خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند. خداوند رو شاکر هستم که این فرصت همچنان در اختیار ما هستش که میتونیم جمعه شبها در دور هم جمع بشیم و با هم دیگه اشعار بزرگان ادب ایران، حداقل 3 تا از بزرگان ادب ایران، به سعدی، حافظ و مولانا رو با هم بخونیم و بررسی بکنیم و انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده که از این درس های زندگی آنچه را که باید بیاموزیم رو بیاموزیم و سرلوحه اخلاق و گفتار و به اصطلاح کردار خودمون توی زندگیمون قرار بدیم. من مجددا خدمت همه دوستان حاضران در جلسه عرض سلام و ادب و احترام دارم و دوستانی هم که بعدا به ما ملحق میشن هم مورد احترام و به اصطلاح بزرگ داشته ما هستن. من با اجازتون شروع میکنم اسکرین شیر رو طبق برنامه و بعدا اون وقت با بقیه دوستانم سلام علیک خواهیم کرد. خب، اول از همه من به اصطلاح یکمی اینجا رو مرتب بکنم که از نظر دید خودم هم درست باشه که بتونم صفحه خودم رو کاملتر ببینم. خب، اولین به اصطلاح غزلی که با هم دیگه میخونیم غزل 130 از غزلیات سعدی هست، در دیوان غزلیات سعدی میگه: دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت، ابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت. در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد، با پریشانی دل شوریده چشم خواب داشت. کوس غارت زد فراقت گرد شهرستان دل، شحنه عشق از سرای عقل در تپتاب داشت. این شعر رو جلسه گذشته خوندیم، معذرت میخوام، بذارید برم بیام شعر شماره 131 رو بعد، چون راجع به تپتاب یادم اومد که جلسه قبل داشتیم که اون چوگانی است که به قول معروف باعث با اون میزنن و گوی رو این بر بر میکنن. بله، شماره 131 باید بکنم، عذر بخوام. دوش همان سنگ دل پریشان داشت، یار دل برده دست بر جان داشت. دیده در میفشاند در دامن، گویا آستین مرجان داشت. اندرونم ز شوق می سوزد، ور ننالیدمی چه درمان داشت. می نپنداشتم که روز شود، تا بدیدم سحر که پایان داشت. در باغ بهش بکشودند باز، گویی کلید رضوان داشت. اونچه دیدم که از نسیم صبا همچو من دست در گریبان داشت. که نه تنها منم ربوده عشق، هر گلی بلبلی غزل خوان داشت. رازم از پرده بر بلا افتاد، چند شاید به صبر پنهان داشت. سعدیا ترک جان بباید گفت، که به یک دل دو دست نتوان داشت. میبینید شعر بسیار جالبیه، در واقع تو گویی که سعدی با ما داره نجوا میکنه، یا با خودش داره نجوا میکنه و راجع به حالات خودش به اصطلاح داره صحبت میکنه. میگه دوش همان سنگ دل پریشان داشت، یار دل برده دست بر جان داشت. میبینید که راجع به معشوقش صحبت میکنه که دوش همان سنگ دل پریشان داشت، دیشب اون معشوق سنگ دل من رو پریشان کرده بود. یار دل برده دست بر جان داشت، اون یاری که دل من رو برده بود دست بر جان من گذاشته بود، گویا که میخواست من رو بکشه از شدت پریشانی و ناراحتی. دیده دور میفشاند در دامن، گویا آستین مرجان داشت. میگه این دیده من، چشم من، عشق خودش رو به صلاح تعبیر میکنه به در و مروارید. میگه مرتب از چشم من مرواریدهای عشق من فرو میریخت و به صلاح آستین من مانند مرجان شده بود، به اصطلاح آستین من خیس شده بود و مرطوب.
اندرونم ز شوق می سوزد ور ننالیدمی. یا بعد می گفت می سوزید بهتر بود، یا حالا به زبان حال گفته اندرونم ز شوق می سوزد ور ننالیدمی چه درمان داشت. میگه من از شدت شوق از درون آتش گرفته بودم و اگر ناله نمی کردم خب چه کار میتونستم بکنم. یعنی بهترین درمان این درد پریشانی من این بود که بنالم و این به من تسکین میداد. می نپنداشتم که روز شود تا بدیدم سحر که پایان داشت. میبینید که احساس میکردم اونقدر شب طولانیه از شدت هجرانی که داشتم و به اصطلاح فراقی که داشتم، فکر میکردم هرگز دیگه صبح نمیشه، تا اینکه سحر رو دیدم که اون شب تاریک پردرد من رو به پایان رسوند. در باغ بهشت بکشودن باد گویی کلید رضوان داشت. خب سحر که شد در باغ بهشت احساس کردم که باد شد، اون بادی که همون باد سباز که هم حافظ و هم سعدی خیلی بهش مشتاق هستند. میگه این باد سبا وزیدن گرفت و این به اصطلاح تو گویی که باغ بهشت درش باز شده بود و این عطر معشوق از به وسیله این باد سبا به مشام من رسید. غنچه دیدم که از نسیم سبا همچون من دست در گریبان داشت. خیلی این جالبه، میگه که از نسیم سبا دیدم که غنچه مثل من دست در گریبان داشت. یعنی آدمی که دست در گریبان خودش داره همچین حالتی خودش رو جمع کرده به قول معروف. میگه قنچم دیدم همینطور بسته است در به صلاح گلستان و مثل من دست در گریبان خودش داره. که نه تنها منم ربوده عشق، هر گلی بلبلی غزل خوان داشت. میگه که خود این صحنه به منم این پیام رو میداد، دیدن قنچه که دست در گریبان داره این پیام رو به من میداد که این فقط من نیستم که دل من در عشق رو بوده شده، بلکه هر گلی که در به صلاح اون گلستان بود بلبل غزلخانی در وسط عشقش داشت چکام کرد غزلخانی میکرد. همه دنیا عاشق اون معشوق به صلاح معشوق من هستن. رازم از پرده بر ملا افتاد چند شاید به صبر پنهان داشت. دیگه راز عشق من از پرده بیرون افتاد و من تا کی میتونم که با تحمل کردن، با هیچ نگفتن، با خون دل خوردن، با درون ریزی به اصطلاح شوق و اشتیاق خودم به اصطلاح سر عشق خودم رو چکار کنم، پنهان کنم. سعدیا ترک جان بباید گفت که به یک دل دو دست نتوان داشت. دیگه که سعدی باید که ترک جانتو بگی. چرا باید ترک جانتو بگی؟ برای اینکه باید که یا جانتو بخوای یا معشوقتو بخوای. با یه دل نمیتونی دوتا داشته باشی، دوتا معشوق داشته باشی. پس برای این یا جانت یا معشوقت. برای این خودش به خودش میگه چکا کن، ترک جانتو بکن و در رکاب معشوق و در به اصطلاح عشق با معشوق همچنان پای فشاری بنم. خب این از این به اصطلاح غزل اول. طبق قرارمون 5 تا غزل از جناب سعدی میخونیم تا بریم ببینیم که به کجا میرسیم. خب میگه که چو ابر زلف تو پیرامون قمر میگشت، ز ابر دیده کنارم به عشق تر میگشت. ببینید چه تصویرسازی بسیار زیبایی رو جناب سعدی اینجا به کار برده. میگه چو ابر زلف تو پیرامون قمر میگشت، ز ابر دیده کنارم به عشق تر میگشت. ز شور عشق تو در کام جان خسته من، جواب تلخ تو شیرین تر از شکر میگشت. خوی ازار تو بر خاک تیره میافتاد، وجود مرده از آن آب جانور میگشت. اگر مرا به زر و سیم دست رس بودی، ز سیم سینه تو کار من چو زر میگشت. دل از دریچه فکرت به نفس ناطقه داد، دل از دریچه فکرت به نفس ناطقه داد. نشان حالت زارم که زارتر میگشت.
ز شوق روی تو اندر سر قلم سودا فتاد و چون من سودا زده به سر میگشت. ز خاطرم غزلی سوزناک روی نمود که در دماغ فراق من این قدر میگشت. خب باز دو مرتبه باز سعدی به عنوان اول شخص داره صحبت میکنه، معاشقه میکنه با معشوق خودش و در واقع معشوقش دوم شخص هست در این شعر و ما به عنوان سوم شخص در کنار فقط داریم گوش میکنیم صحبتهای سعدی رو که چی داره با معشوق خودش میگه. میگه چو ابر زلف تو پیرامون قمر میگشت، ز ابر دیده کنارم به عشق تر میگشت. خیلی جالب تصویرسازی که میکنه. اولا میگه چو ابر زلف تو، زلف رو، زلف یار رو که به صورت مویی است که دور تا دور چهره یار رو گرفته، به ابر به قول معروف تعبیر کنه. یعنی این مایته اونقدر نرم و لخت و سبکباره که دور قمر چهره تو میگشت. پس این ابر موهای تو به دور به اصطلاح چهره زیبای تو که مانند قمر روشن و به اصطلاح جذاب هستش این وجود داشت. وقتی این موهای تو دور صورت تو در به اصطلاح تلالو باد تکان میخورد، ز ابر دیده کنارم به عشق تر میگشت. حالا ابر زلف تو اونجا تو دور دور چهره تو بود، ابر چشم من اینجا داشت چیکار میکرد؟ میبارید و گریه میکرد از شوق زیبایی تو و دیدن جمال تو. ز شور عشق تو در کام جان خسته من، جواب تلخ تو شیرین تر از شکر میگشت. میگه شور عشق تو در کام جان خسته من آنچنان بود، یعنی من اونچنان به وجد آمده بودم از دیدار تو که تو حتی جواب تلخن که من دادی به من میگفتی برو پی کارت، دور شو از من، نمیخوام، نگام نکن، نمیدونم، بس دیگه، فلان بیسار. این جوابای تلخ تو که به من میدادی این در کام من هی شیرینتر و شیرینتر، اینقدر من شوق داشتم که جواب تلخ تو رو تو بویی که اصلا نمیشنیدم و یا اگرم میشنیدم تلخیش به شیرینی تبدیل میشد چون از دهان زیبای تو بیرون میامد. خوی ازار تو بر خاک تیره میافتاد، وجود مرده از آن آب جانور میگشت. شد تعبیراتی به کار برده انصافاً. خوی یعنی عرق، آبی که از چهره بیرون میریزه. میگه عرق چهره تو بر آب بر خاک میچکی، این عرق چهره تو انقدر جان بخش بود که مرده رو به قول معروف به زنده تبدیل میکرد. فقط همین عرق چهره تو وجود مرده از آن آب جانور میگشت. هر موجود مرده ای که عرق چهره تو به اون میرسید اگر مرده بود زنده میشد. اگر مرا به زر و سیم دست رس بودی، ز سیم سینه تو کار من چو زر میگشت. میگه اگر من به زر و سیم دسترسی داشتم. یعنی چی؟ اون زر و سیم چی بود؟ ز سیم سینه تو کار من چو زر میگشت. من کافی بود که دستم به تو برسه و این به بدن سفید تو برسه. وقتی اگه دست من به سینه سفید تو میرسید من مثل طلا متبلور میشدم و یا وجودم تبدیل به طلا میشد. یعنی اینقدر به قول معروف میتوانست در وجود من تأثیر گذار باشه. دل از دریچه فکرت به نفس ناطقه داد، نشان حالت زارم که زارتر میگشت. حالا اینجا این زر بالا به دو تا معنی میاد. یکی این که من به صلاح کارم مثل طلا میشد، یعنی وضعم خوب میشد، خوشحال میشه، حالا اگر کنایه از خوشحالی باشه، و یا اینکه من زرد روی میشدم به قول معروف، یعنی غم جان، غم من بیشتر میشد در حضور تو، مثلا جان میدادم یه چیز شبیه. ولی بعد اینجا میگه که دل از دریچه فکرت به نفس ناطقه داد، دل من از مسیر فکر به نفس من ناطقه داد، یعنی نفس من رو گویا کرد. نشان حالت زارم که زارتر میگشت،
که این نشان دهنده حالت زار من بود که در حضور تو مرتب زار، یعنی میخواد بگه من در حضور تو به فنا تبدیل میشم و از بین میرم. این دوتا معنی هر دو میشه ازش استنباط کرد. بعد میگه زشوق روی تو اندر سر قلم سودا و فتاد و چون من سودا زده به سر میگشت. زشوق روی تو اندر سر قلم سودا فتاد و چون من سودا زده به سر میگشت. میگه از شوق روی تو قلم سر قلم سودا، سودا در سر قلم افتاد. یعنی چی؟ یعنی حتی قلم هم دچار شگفتی شد، دچار هیجان شد و سرگشته شد و درست من مثل من سوزازده، مثل منم که در شوق تو دیوانه شدم، قلم هم به قول معروف شیدازده شد و دور خودش میگشت و این کلمات و این اشعار رو چگاه میکرد مینوشت. یعنی هم من از دیدار تو مست شدم و هم قلم از دیدار تو مست شد و ناخودآگاه شروع به نوشتن کرد و این اشعار رو مینوشت. ز خاطرم غزلی سوزناک روی نمود که در دماغ فراق من اینقدر میگشت. میگه که ز خاطرم غزلی سوزناک روی، میگه آثار این سرگشتگی من و قلم این بود که یک غزل سوزناکی از خاطر من گذشت که در دماغ فراق من اینقدر میگشت. این فراق به معنی آسودگیه و میگه دماغم یعنی عقل، شعور فراق. میگه بالاخره حاصل این به اصطلاح چیز، حاصل این دیدار من، دیدار من با تو این بود که هم قلم دیوانه شده هم من دیوانه شدم و یک غزل سوزناک حاصل این به اصطلاح دیدار و دیوانگی بود که در به اصطلاح عقل و جان من شکل گرفت و به روی قلم و روی کاغذ آمد. خب بیایم سراغ غزل بعدی، غزل شماره 133 از غزلیات جناب حافظ. جناب سعدی میگه که بر همون وزن شعر قبلیه، میگه خیال روی تو هم دوش در نظر میگشت، وجود خسته هم از عشق بیخبر میگشت. همای شخص من از آشیان شادی دور، همای شخص من از آشیان شادی دور، چون مرغ حلق بریده به خاک بر میگشت. دل ضعیفم از آن کرد آه خونالود که در میانه خونابه جگر میگشت. چنان غریب برآورده بودم از غم عشق که بر موافقتم زهره نوحه‌گر میگشت. ز آب دیده من فرش خاک تر میشد، ز بانگ ناله من گوش چرخ کر میگشت. قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید که پیش ناوک هجر تو جان سپر میگشت. صبور باش و بدین روز دل بنه سعدی که روز اولم این روز در نظر میگشت. میبینید دو مرتبه باز سعدی داره با معشوق معاشقه میکنه، ببخشید معاشقه میکنه و معاشقه کردن یعنی تغزل کرد، اصلا غزل به معنی عشق ورزیدن. پس بنابراین میگه خیال روی تو هم دوش در نظر میگشت، وجود خسته هم از عشق بیخبر میگشت. میبینید میگه خیال روی تو هم دوش در نظر، دیشب خیال روی تو در نظر من بود و من مرتب به تو فکر میکردم. وجود خسته هم از عشق بیخبر میشد. وجود مجروح و خسته من به لحاظ، دیدید یکی دوپینگ میکنه مثلا چه میدونم مواد مخدر خدای نکرده مصرف میکنه یا مست مثلا میکنه، از گرسنگی و درد و این چیزا دیگه فارغ میشه، توجهی به آلام خودش نداره، از عالم، از این عالم مثلا بیرون میره و یا ذهن و مغز و روحش از کار میفته. این میگه که من با دوپینگ عشق تو مثلا وجود خسته من، وجود محروم من بیخبر بود و هیچ چیز دیگه حالش نبود، از رنج و درد چیزی رو درک نمی‌کرد.
همونقدر که خیال تو رو در آغوش داشتم و یا به فکر تو بودم و تو رو به تو فکر میکردم. همای شخص من از آشیان شادی دور، چو مرغ حلق بریده به خاک برمیگشت. این خیلی جالبه، تعبیری که اینجا به کار برده خیلی زیباست، تمثیل فوق‌العاده زیباییه. میگه همای شخص من، اون روح خودش رو که میگه از آشیان شادی دور شده بود، روح من که از آشیانه شادی دور شده بود، چون مرغ حلق بریده به خاک برمیگشت. این پرنده روح من مانند مرغی که حلقشو بریده باشن برمیگشت به عالم خاک و میومد به سمت من. این حالته که به اصطلاح سعدی از تشبیه میکنه از حالات درونی خودش، از شوری که دیشب داشت که با یاد معشوق بود. دل ضعیف مزان کرد آه خون آلود، در میانه خون آبه جگر میگشت. میگه دل ضعیف من آه خون آلود به سلام میکشید. چرا؟ به خاطر اینکه که خودش در خون آبه جگر غرق بود. یعنی میخواد بگه هم جگر من پاره پاره شده بود، هم دل من در خونابه، که هم خودش که درونش خونه بیرونش هم در خون جگر قرار. یه تعبیر بسیار بسیار عاشقانه ای رو به کار برده برای ابراز حالت شور و شوق خودش. دیگه دل ضعیف از آن کرد آه خونالود، که در میانه خونابه جگر میگشت. دل من آه خونالود میکشید، درون خودش که خونه، خودش هم در کل در خون جگر بود. چنان غریب برآورده بودم از غم عشق، که بر موافقتم زهره نوحه گر میگشت. میدونی که زهره معروفه به مطرب فلک. میگه که من آنچنان غریب عشق برآورده بودم که حتی زهره هم با من همراهی و همدلی میکرد و نوحه گری میکرد. ز آب دیده من فرش خاک تر میشد، ز بانگ ناله من گوش چرخ کر میگشت. چقدر قشنگ. ز آب دیده من فرش خاک تر میشد، از شدت گریه من، از شدت بارش گریه من خاک خیس شده بود. ز بانگ ناله من گوش چرخ کر میگشت. از ناله هایی که دل خون آلود من میکشید گوش چرخ چی شده بود؟ کر شده بود. قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید، که پیش ناوک هجر تو جان سپر میگشت. این خیلی جالب، خیلی عالی، خیلی زیباست. تعبیر که اینجا به کار برده فوق العاده است. یه قیاس کن که دلم را چه تیرش بر به اصطلاح دل من رسید، که ناوک هجر تو، ناوک همین به اصطلاح نیزه معنی میده، که تیر هجران تو رو کی سپر کرد؟ جان من اومد سپر اون شد. یعنی ببین اینقدر به اصطلاح قضیه خرابه که خود جان شده سپر دل که جلوی اینو بگیر. فوق العاده زیباست. یعنی میخواد بگه که ناوک عشق تو بر جان من می‌نشیند قبل از هر چیز دیگر. خب صبور باش و بدین روز دل بنه سعدی، که روز اول این روز در نظر میگشت. میگه که جناب سعدی خودش به خودش نهیب میزنه که صبور باش و این حالت رو تحمل کن. چرا؟ به خاطر اینکه از روز اول تو میدونستی که در وادی عشق به این حال و روز خواهی افتاد. بنابراین تو از قبل آماده بودی و از قبل به اصطلاح خودتو آماده کردی و باید میکردی. پس بنابراین حالا هم تحمل بکن که این همان چیزی است که به سر تو آمده است و میبایست بیاید. یعنی وادی عشق همین سوز و گداز هاست. خب بریم سراغ غزل 134 مون از این مجموعه. گفتش که دلی که دید که پیرامون خطر میگشت، چو شمع زار و چو پروانه در به در میگشت. هزار گونه غم از چپ و راست دامنگیر، هنوز در تک و پوی غمی دگر میگشت. سرش مدام ز شور شراب عشق خراب، چون مست دائم از آن
گرد شور و شر می گشت. چو بیدلان همه در کار عشق می آویخت، چو ابلهان همه از راه عقل بر می گشت. ز بخت بیره و آیین و پا و سر می زیست، ز بخت بیره و آیین و پا و سر می زیست، ز عشق بیدل آرام و خواب و خر می گشت. هزار بارش از این پند بیشتر دادم، که گرد بیهوده کم گرد و بیشتر می گشت. به هر طریق که باشد نصیحتش مکنید، که او به قول نصیحت کنان بتر می گشت. می بینید دو مرتبه باز راجع به دل خودش داره صحبت میکنه در وادی عشق. میگه دلی که دید که پیرامون خطر میگشت، چو شمع زار و چو پروانه در به در میگشت. میگه کی یه همچین دلی رو دیده که خودش میره دنبال خطر، همه سعی میکنه از خطر به اصطلاح بپرهیزن، ولی این میگه که این دلی کی دیده که میره به دنبال خطر. که اینو گفتم مولانا هم اینو میگه، میگه تو ای جان، خطاب به معشوقش میگه، میگه که ای جان تو مثل شیری هستی و من مانند آهویی هستم که در چنگال تو هم. به جهان که دید صیدی که بترسد از رهایی؟ در جهان کی دیده که یک صیدی از این که رها بشه بترسه؟ یعنی من اون آهویی هستم که دلم بخواد که در صید تو باقی بمانم و تو من از بین ببری، چرا که اگر آهو به وسیله اون شیر خورده بشه، وجود آهو جزی از وجود شیر میشه. این همون فنای الالهه که به تعبیر بسیار زیبایی تصویر سازی شده. بعد میگم اینم میگه که دیدی همچین دلی رو که خودش دنبال خطر میگره، چو شمع ازار و چو پروانه در به در میگشت. مانند شمع ازار و پروانه در به در میگرده که به وادی فنا و نیستی بره، چون هم شمع مرتبا داره آب میشه و هم پروانه که میره داخل شمع و در شمع میسوزه. هزار گونه غمت چپ و راست دامنگیر، هنوز در تک و پوی غمی دیگر میگشت. این دل ما هزار گونه دامنش و از چپ و راست غمهای مختلف گرفتن، اما هنوز هم دنبال غم دیگه ای داره میگرده، غم جدیدتر رو دنبال. یعنی بخواد بگه عشق انتها ندارد، بی انتهاست. سرش مدام ز شور شراب عشق خراب، چو مست دائم از آن گرد شور و شر میگشت. میگه سرش به طور دائم از شراب عشق خراب بود، ولی همچنان مانند مست های دائمی گرد شور و شر جدید میگرده، دنبال به سلام مشغله های جدیدتری در وادی عشق داره میگرده و خودش درگیر میکنه. چو بی دلان همه در کار عشق میآوی، چو ابلهان همه از راه عقل برمیگشت. میگه این دل من مانند موجودات، مانند انسانهای بی دل در کار عشق تلاش و تکاپو میکرد، در عشق میآوی و مانند ابلهان از راه عقل برمیگشت. یعنی چی؟ در وادی عشق جایگاهی برای عقل وجود نداره. شما نمیتوانید وادی عشق را با عقل چکا کنید، تفسیر و تعبیر بکنید. خب ز بخت بیره و آیین و پا و سر میزیست، ز بخت بیره و آیین و پا و سر میزیست، عشق بیدل آرام و خواب و خر میگشت. میگه که بخت همراهش نبود، راه و آیین و بی پا و دست و بی سر، یعنی کاملا واله و شیدا. منظورش اینه، میگه به تو کاملا واله و شیدا زندگی میکرد و ز عشق بیدل و آرام و خواب و خر میگشت. از عشق هم بیدل بود و هم بی آرام بود و هم بی خواب بود و بی خوراک. این گونه میگشت. یعنی چی؟ یعنی دلی که داره صحبتشو میکنه، که دل خود مثلا سعدیه، میخواد بگه که کاملا شیدا و بی همه چیز هست و فناست در راه عشق و مثل مجنونی که در بیابان به دنبال لیلی میچرخید، هیچ وابستگی به غیر از عشق لیلی نداشت، این هم همینطوری در بیابان عشق سرگشته است. هزار بارش از این پند بیشتر دادم، که گرد بیهوده کم گرد و بیشتر میگشت. یه هزار بار به این دلم نصیحت کردم آقا دنبال این بیهودگی نرو، این مسیر مسیر فناست، اما به حرف من گوش نمی کنه و همچنان دنبال
این مسیر عشق در حال حرکته. به هر طریق که باشد نصیحتش مکنید که او به قول نصیحت کنان بتر میگشت. میگه آقا دست از این دل ما بردارید، ما را نصیحت نکنید، این دل من رو سعی نکنید به راه بیارید، چرا که هر چی که نصیحتش میکنی بدتر میکنه و بیشتر در مسیر عشق با ولع حرکت میکنه و در اون وادی گام میزنه. خب بیایم غزل شماره 135، این آخرین غزل از مجموعه غزلهایی است که از جناب سعدی میخواهیم بخوانیم. میفرماید که آن را که میسر نشود صبر و قناعت، باید که ببندند، باید که ببندد کمر خدمت و طاعت. آن را که میسر نشود صبر و قناعت، باید که ببندد کمر خدمت و طاعت. چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار، گر بوق ملامت بزن و بو بوق ملامت بزن و کوس شناعت. چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار، بو بوق ملامت بزن و کوس شناعت. گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید، تعذیب دلارام به از ذل شفاعت. از هرچه تو گویی به قناعت بشکیبم، از هرچه تو گویی به قناعت بشکیبم، انکام شکیب از تو محال است و قناعت. گر نسخه روی تو به بازار برارند، نقاش ببندد در دکان صناعت. جان بر کف دست آمده تا روی تو بیند، جان بر کف دست آمده تا روی تو بیند، خود شرم نمی آیدش از ننگ بضاعت. دریاب دمی صحبت یاری که دگر بار، چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت. انصاف نباشد که من خسته رنجور، پروانه او باشم و او شمع جماعت. لیکن چه توان کرد که قوت نتوان کرد، با گردش ایام و به بازوی شجاعت. در دل هوس خونش، در دل در هوست خون شد و جان در طلب از سوخت، با این همه سعدی خجل از ننگ بضاعت. ببینید چقدر زیبا سعدی اون بضاعت وجود خودش رو در مقابل وجود معشوق کم میگیره، دست کم از خود میگیره، در حالی که سعدی مرد بزرگی است، مرد عالمی است، دانشمند، حکیم، عاشق، عارف، گوینده است، معلم و انسان فوق‌العاده است، ولی خودش در به اصطلاح مسیر معشوق واقعا کم از ذره خاک تعبیر و تفسیر میکنه. خب میگه آن را که میسر نشود صبر و قناعت، باید که ببندد کمر خدمت و طاعت. میگه اون کسی که نمیتواند صبر کند و قناعت کند و آنچه که دارد، یعنی آنچه که معشوق بهش داده، به این نمیتونه تحمل کنه، باید که ببندد کمر خدمت طاعت. باید که در به اصطلاح خدمت معشوق کمر طاعت ببنده و همچنان به خدمت ادامه بدهد تا اینکه به قناعت برسه و یا به صبر برسه. چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار، بو بوق ملامت بزن و پوست شناعت. شناعت یعنی زشتی، ملامت هم که یعنی به قول معروف چی میگن، تحقیر کردن، چه میدونم کسی که ملامت میکنن، سرزنش کردن. میگه که اگر تو دوست را گرفته ای و به دامان دوست آویخته ای، هیچ غمی از دشمن نباید داشته باشی. بگو که دشمن هر چقدر دلش میخواد ملامت کنه، هر چقدر هم دلش میخواد ما رو به صلاح شناعت کنه، یعنی ما رو زشت بپنداره، کوس شناعت و زشتی ما رو بزن، اینا دیگه بس ما اهمیت داره. کافی است که ما دست در دامان دوست داشته باشیم، از دشمن هیچ حذری نیست. از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبی، امکان شکیب از تو محال است و قناعت. میگه که ببین هر چی تو بگی، بگی مال نداشته باش، ثروت نداشته باش، شهرت نداشته باش، قدرت نداشته باش، نمیدونم چنین چنان چنان این امکانات نداشته باش، بله ما در دامن قناعت به اصطلاح می رویم
و آنچه که تو بگویی ما از او میشکیبیم، شکیبایی میکنیم در هر چیزی که به ما بگو. اما از خودت تو، از خود قناعت نمیتوانیم که شکیبایی کنیم. در مقابل مثل اینکه یه خطش رو جا انداختیم، گر خود همه بیدار کند هیچ مگوید. بله اونم میکنیم. پس بنابراین ممنونم که نظر کنید خانم دکتر، خیلی ممنون، حواسم من. پس بابا میگه که اگر ما تو هر چی رو که بگی ما شکیبایی میکنیم، به غیر از خود شکیبایی، از خود شکیبایی و از خود تو و قناعت، از هر چه تو گویی به قناعت بشه. گر خود همه بیداد کند هیچ مگویی، تعذیب دلارام به از ذل شفاعت. بله من تو خوندن اولی رو خوندم و یاد رفت به سر تو تفسیر بید. میگه که گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید، میگه اگر هرچه به ما ظلم بکنه هیچی نمیگوییم. کی؟ به اصطلاح دشمنی که ما رو ملامت میکند در به اصطلاح اینکه چرا عاشق هستی. تعذیب دلارام به از ذل شفاعت. تعذیب یعنی عذاب دادن معشوق. عذاب معشوق بهتر از ذلت شفاعت است. پس بنابراین ما به اصطلاح به خاطر معشوق تحمل میکنیم که دشمن خونخوار بوق ملامت سرزنش ما رو به صدا در بیاره و کوس رسوایی ما رو بزنه، زیرا در این وادی که در واقع وادی مجازات دیگه، میگه هر بیدادی که در این مسیر بر سر ما بیاد ما هیچی نمیگیم، زیرا که عذابی که دلارام از عشق دلارام به ما میرسه بهتر از شفاعتی است که بهتر از ذلتی است که شفاعت کنندگان میخوان بر ما بکنن. پس بنابراین در وادی عشق ما آماده همه گونه جانفدایی هست. اینم که گفتم از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبیم، امکان شکیب از تو محال است و قناعت. میگه ما از هر چیزی شکیبایی میکنیم، اما از خود تو و از خود قناعت نمیتونیم شکیبایی. گر نسخه روی تو به بازار برارن، نقاش ببندد در دکان صناعت. میگه اگر یک نسخه ای از روی تو رو بیارن در بازار، یعنی چی؟ یعنی تصویری از چهره زیبای تو رو بیارن توی بازار، دیگه تمام نقاشا در دکان خودشون چیکار میکنن؟ بعد ببندن، چون نمیتوانن هیچ زیبا روی را به مثال تو به مثال تمثیل کنن. پس بنابراین دکان همه نقاشان تعطیل میشه. جان بر کف، جان بر کف دست آمده تا روی تو بیند، خود شرم نمی آوردش از ننگ بضاعت. میگه جان بر کف دست آمده تا روی تو بیند، میگه جان من، من جان بر کف دست گذاشتم اومدم که تو رو ببینم. یعنی چی؟ یعنی هدیه دیدار تو را جان خودم قرار دادم که تو کف دستمه، اومدم که به قیمت دادن جانم روی تو رو ببینم. خود شرم نمی آیدش از ننگ بضاعت، میگه این خیلی قیمت کمی است و باید شرم بکنند هر کسی که میخواهد تو رو ببینه و جان خودشو هدیه بده. این باید شرم بکنه از این کمبود بضاعت خودش. دریاب دمی صحبت یاری که دیگر بار، چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت. حالا اینه هشدار میده، هم به خودش میدونه هشدار ده بده، هم میتونه به ما بده. میگه که اون یاری رو که به اصطلاح اگر از پیشت بره در اون لحظه با دیگه نمیتوانی او را با کمند دریابی، صحبت او را یک لحظه‌ای که هست غنیمت بشمار. یعنی چی؟ میخواد بگه که معشوق یک لحظه روی می نماید و بعد دیگه می رود. تو باید ششدنگ حواست جمع باشی اون یه لحظه رو دریابی و از این یک لحظه دیدار معشوق که در واقع همون در بین عارفان میگن کشف و شهود، در این لحظه ای که اون کشف و شهود برای تو به سر رقم میخوره باید حواست جمع باشی، از دکتر بهره برداری بکنی، وگرنه دیگه از دستت که رفت دیگه رفته و به دست نمیاد. انصاف نباشد که من خسته گرنجور، پروانه او باشم و او شمع جماعت. میگه ببین معشوق من مانند
شمعی است که جماعت به دور او پروانوار میچرخند. یعنی چی؟ یعنی معشوق من یه عاشق نداره که فقط من باشم، عده زیادی در عالم هستی به اصطلاح عاشقان اون معشوق من هستن. میگه انصاف نباشد که من خسته رنجور، من زخمی و رنجور پروانه او هستم، ولی او خودش چیه؟ شمع جماعت، هزاران پروانه دیگر هم دورش دارن میچرخند. لیکن چه توان کرد که قوت نتوان کرد با گردش ایام به بازوی شجاعت. میگه هیچ کاری از دست ما دیگه برنمیاد، از دست من عاشق و همه عاشقان او معشوق ازلی و ابدی، زیرا که با گردش ایام با شجاعت نمیشود جنگید. یعنی دیگه این از عهده ما چیه؟ خارجه. لیکن چه توان کرد که قوت نتوان کرد با گردش ایام به بازوی شجاعت. با نیروی بازوی نمیشه با گردش ایام جنگید. دل در هوست خون شد و جان در طلب از سوخت، با این همه سعدی خجل از ننگ بضاعت. میگه من بضاعتم چی بود؟ یه دلی داشتم که در هوست خون شد و جانی داشتم که در طلبت سوخت. تمام بضاعت من این جان و دل من بود، با این همه من خجالت زده هستم که بضاعت من اینقدر محدود و کم و کوچک بوده. خب اینجا دیگه ما حق جناب سعدی رو به جای آوردیم. من برمیگردم خدمت دوستان بسیار عزیز خودم، اسکرین شیر رو ختم میکنم. به به، عرض سلام و ادب و احترام دارم مجدد خدمت دوستانی هم که جدیدن به ما پیوستن، به همشون خوش آمدگویی میکنم و براشون آرزوی سلامتی و توفیق دارم. خب حالا دیگه منتظر هستم که یه استراحت کوچولویی داشته باشیم و دوستان نظرات بسیار جذاب خودشون رو برای ما بگن. لازم میدونم که جای آقای جناب استاد علایی بزرگوار رو خالی کنم وقتی که ایشون نیستن. واقعا احساس خلأ میکنیم وقتی که ایشون نیستن، بسیار صحبت های جذاب میکنم، ولی خداوند و شاکر هستیم که بزرگواری دیگری مثل جناب فرهنگ حضور دارن، ایشون محبت داشتن و هستن و ما از حضور و وجود ایشون جناب آقای ادیب و دیگران که خواهش میکنم. خب در خدمت هستم دوستان. من یه سوال دارم آقای دکتر. نه نه نه، من ایشون خواهیم درست میگم؟ بله بله بله، خواهش میکنم بفرمایید. این شعرها که هستم حافظ و سعدی مولانا قرائت کردیم، این معشوق، معشوق زمینیه یا خداییه؟ حقیقتا من بیشتر معشوق و معشوق خدایی میبینم، یعنی بیشتر از دیدگاه عرفانی به قضیه نگاه. البته ما گفته نماند که در بعضی از اشعار، حالا شاید باز بهش برسیم، مثلا واقعا دیگه نمیشه مثلا گفت این شعر مثلا چه میدونم آسمانیه به قول معروف یا معشوق الهیه، چرا که شاعر مثلا میگه من از خدا میخواهم که به تو این کارو بکنه، بله. به تو این کارو بکنی دیگه، اینجا نمیشه میگه آدم از خدا میخوام که خدا مثلا این کار، این جور در نمیاد. بنابراین بله، غالبا در این مثلا اشعاری که شما دیدید اصلا محتوا معلومه که سعدی در یک اوجی داره صحبت میکنه تو این غزلی که من خدمتون قرائت کردم، ولی به هر حال شما آزادید که تصوری که از قضیه دارید داشته. من اجبار میکنم شما رو که الزاما بگید نه هر چی تو میگی، نه اینجوری نیست، شما آزادید هر تصوری که دارید. مهم اینه که این شعر در جان و قلب شما تاثیر بذاره. همه هدف این جلسات همینه. خواهش میکنم. خب بفهمید جناب فرهنگ به خدمت. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر شایچی، بهره مند شدم مثل همیشه، خیلی متشکر. و جای جناب استاد علایی هم خالیه، واقعا جاشون خالی، امیدواریم به سلامت برگردن به این جلسه و ما از ایشون بیاموزیم انشاءالله. من یکی دو تا چیز داشتم، نظر داشتم راجع به اون غزل اول که دوشمان سنگل پریشان داشت. میخواید اسکرین شیر کنم جانم؟ اگر باشه لطف بفرمایید. الو الو الو، یه لحظه. شماره 131 اولی که خوندی، شماره 131
دوش همان سنگ دل پریشان داشت، یار دل برده دست بر جان داشت. خب جناب علی اینو درست میخونید، اینجوری میشه خوند، آها. ولی میتونیم اینو با مکس بخونیم، یار دل برده دست بر جان داشت. اگر اینطوری بخونیم هم به نظر من شاید این فرقی نکنه. یا بله بله درسته میشه. یار دل برده دست بر جان داشت، یعنی اینجا یک کلمه بذارید. نه اومدین شعر اسکرینتون جواب نداد. نه چرا من شعر داره همجوری برای من داره میچرخه، نمیدونم برای دوستان میبینن یا نه. ما میبینیم. بله خب پس من یه خوردی ممکنه باتریم کم باشه. عجب در مقطع همون غزل هم میگه که به یک دل دو دوست نتوان داشت. شما دو مرتبه که خوندید اینو مثل که اشتباهی همجوری خوندن، چون دو دست نتوان داشت فرمودید. ممکنه بله دو دوست نت که به یک دل دو دوست نتوان داشت، شما اونم اینطوری خوندید. چشمم ندیده ها، برحال اینجوری خونده شد. برحال دوست اون که اشتباه خوندنی بود. بعد در غزل دوم بله شما فرمودید چو ابر زلف تو پیرامون قمر میگشت. بله بله باز اینجا فکر کنم بازم اگر یک فاصله بذاریم، چو ابر زلف تو پیرامون قمر میگشت. این اگر اینجوری بخونیم چی میشه؟ شما فرمودید چو ابر زلف تو، اون وقت ز ابر اون دومیش اینطوری کسره داره، ز ابر دیده کنارم به عشق تر میگشت. بله. اولی به نظر من فاصله داره، چو ابر زلف تو پیرامون قمر میگشت، ز ابر دیده کنارم به عشق تر میگشت. آها اینجوری بگیم، من فکر کنم اینجوری شاید باشه. اینا اون حرکت ها رو که نمیذارن این مشکل پیش میاد. آره اینو مثلا اگر اینجا ما چو ابر کاما داشت، چو ابر زلف تو پیرامون قمر میگشت، ز ابر دیده اینجا کاما کنارم به عشق دارم، ولی هم یا این مثل مسند و مسند و اله میاد، چو ابر تو پیرامون قمر میگشت، ز ابر دیده کنارم به عشق. هر دو قرائت به نظر من جناب استاد میتونه درست باشه. بله بله عرض کردم که ممکنه اینجوری باشه ممکنه اونطوری، باید ببینیم حالا دوستان چه نظری دارن و کدوم اصله به اصطلاح بهتر. عرض شود خدمتون اون سودا که فرمودید در همین غزل بود یا غزل بعدی؟ سودا همینجاش. بله در همین شعره بشت بفرمید سودا. بله شما چند معنی داره؟ یکی از معنی های سودا هم معامله کردن داد و ستده. بله بله یک شعری داره قصاب کاشانی که خیلی قشنگه و اینو اکثرا شنیدیم که میگن یک بیتش میگه دنیا و دین به نگاهی فروختیم، یک جا فروختیم، سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. سودا چنان خوش است، یا خانم سیمین بانو یادش گرامی باد غزلی داره، گفتی گفتا که میبوسم تو را، گفتم تمنا میکنم، گفتا اگر بیند کسی، گفتم که آشا میکنم. همینطور میره در یه بیتش اینطور میگه که گفتا که پیوند تو را با نقد هستی میخرم، گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا میکنم. سودا داد و ستد و معاملم معنی میده. بله پریشانی. مورد دیگه این که فرمودی کاملا درسته، برای سیاره ها ستاره ها شبا اون وقتایی که مثل حالا سرمون توی این آیفون و لپتاپ نبوده، سر و آسمان داشتن، هوا خوب بوده، برای هر سیاره‌ای حرکت اینا را خوب میشناختن، اجتماعشون و دور و نزدیک شدنشون رو، و برای اینا هر کدوم یک صفتی قائل شده بودن. برای زهره هم صفت مطربی خنیاگری حافظ میفرماید در اون غزلی که زهره که میگه یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد، دوستی که آخر آمد دوستداران را چه شد، ولی از کار مروت بر نیامد، گزیدهشون کنه، بر نیامد سال هاست،
گردش خورشید و سعی باد و باران را چه شد تا میرسه به این بیت زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت کس ندارد میل مستی بله میگساران را چه شد کس ندارد بله برای زهره همون صفت مطربی رو در نظر میگیره و خونیاگری که اینو حافظ بزرگوارم بهش اشاره میکنه. بسیار بسیار عالی، دستتون درد نکنه جناب فرهنگ، بسیار بهره بردیم، مرسی. خب حالا نوبتی که جناب ادیب نکته ای دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم یه خط شعر راجع به سودا استاد فرمودن من بخونم. میگه که عشق را با مستی سودا بود، تا تو هستی عشق کی پیدا بود. دل مرنجان که زهر دل به خدا راهی هست، هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست. بر از حضرت مولانا. اونجا فقط یه چیز بود شعره را اگه بیارین سوم من یه جمله کوچیک بگم اونجا که راجع به زبان و اینها بله فکر کنم همین شعری بود که استاد توضیح داشتن میدادن. بله آها یه باید فقط ببینمش شاید 133 بود. ببخشید چه رو باز اینه یه خیال روی تو هم دوش در نظر میگهش وجود خستم از عشق موی شخص من نه خیر پت بکنم 114 بود ببخشید بله آخریم 34 بود بله بله 34 بود بله فکر کنم بله حالا ببخشید اگر وقت شما رو نگیره میگه که دلی که دید که پیرام دلی که دید که پیرامون خطر بله شوشم هزارش و پروانه در به در میگهش هزار هم از نفر آست دامنگی هنوز در تکوکو بله به به سرش مدام ز سوی شراب عشق خراب چون مست دائم از آن گرد شور و شر میگهش بله اینا همه در کار عشق میآویه چون ابلهان هم از راه عقل بله همینو شما خیلی قشنگ توضیح دادید اینا بله همون در واقع میخوام بگم که جناب سعدی اصلا این شعر واقعا شعر بسیار عرفانی دیگه میگه و شو بیدلان یعنی باید اون دل در کار عشق باشه بدیش به معشوق توجه میکنی جمله معشوق است عاشق پرده ای زنده معشوق است و عاشق مرده ای چون نباشد عشق را پروای او اون چون مرغی ماند بی پروای او. خواستم اینو بگم که خیلی خط زیبا این یعنی خیلی بسیار خیلی جانانه ببخشید زیاد حرف زدم. مرسی جناب ادیب. این جناب ادیب ما من خواهش میکنم تو رو خدا آقای دکتر ما لولکش فنی قربان ما که از ادبیات بلد نیست خواهش کن این حرف رو نفهمید. خب حالا اومدیم جای خوب قضیه. به به راستی از خانم فریما خبر دارید دوستان؟ کدوم یکی دو جلسه نیستم فقط میخوام بدونم که انشاءالله که حالشون خوب و سالم باشن. خبری جناب فرهنگ شما خبری دارید از ایشون؟ نه من خبری متاسفانه ندارم از ایشون. حالا یه زنگ بهشون میزنم از اینکه یه تماسی داشتیم با خانوادهشون با خودش با آقای سعید آقا شوهرشون ولی حالا سراغ ازشون میگیرم. باشه سلام ما رو خدمتشون برسونید. فقط من جو فقط صرفا جوی احوالشون هستم که بسیار خوب خدای نکرده وقت چیزی نباشه مشکلی نباشه. خب خانم شهرزاد عزیز ما حالا دیگه دور دست شماست ببینم میخواییم چه کار کنیم. یه قولی به ما داده بودی یه غزلی از حافظ رو برای اون بخونید. حالا اون که سهمیه ماست کوپونش رو داریم بقیهش هم دیگه خودتون بیدید چه کار کنید. بفرمید اگه اجازه بدید حافظ رو که شما فرمودید من بخونم. چقدر اون شعر زیباست. خیلی زیباست. اگر اشتباهی رخ داد خواهش میکنم من رو یا شما یا جناب فرهنگ تفسیر کنید.
امیدوارم آقای جناب فرهنگ ما رو ترک نکنن مثل جناب علایی. متشکرم. نه. دلن اصابا. با اجازت. بفرمایید. برسم که عشق در غم ما پرده در شود. برسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. ما هم شدن به میکده گریان و داد خواه، از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از حکران تیر دعا کرده ام روان، باشد که زمیان میان یکی کارگر شود. به جان حدیث ما بر دلدار بازگو، به جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سوال را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. بس نکنه غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، من در کشر نه باد صبا را خبر شود. بسیار عالی. واقعا حافظ دیگه خودش هم کیف کرد از این قرائت زیبای شما. خب دیگه برامون چی دارید خانم شهرزاد؟ نمیدونم دفعه پیش چی خوندم دیگه. حالا شما میخواین یه چیزی بخونید تا من یه چیزی رو آماده کنم، یه چیزی پیدا کنم؟ خب ببینم. این که تو داری قیامت است نه قامت، این نتبسم که معجزه است و کرامت. هر که تماشای روی چون قمرت کرد، سینه سپر کرد پیش تیر ملامت. هر شب و روزی که بی تو می رود از عمر، بر نفسی می رود هزار ندامت. عمر بود آنکه غافل از تو نشستم، باقی عمری ایستاده‌ام به غرامت. سرو خرامان چو قد معتدلت نیست، آن همه وصفش که می کنند به قامت. چشم مسافر چو بر جمال تو افتد، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. اهل فریقین در تو خیره بمانند، گر بروی بر حسابگاه قیامت. این همه سختی و نامرادی سعدی، چون تو پسندی سعادت است و سلامت. به به ماشاءالله. به به بسیار عالی. درد نکنید. بسیار عالی. خب دیگه استاد الان میخواین من یک چیز کوچولو براتون بگم راجع به اون تجربه عشق؟ بله بفرمایید. به حالا یه خط شعرم هست، البته من میخونم بعد اینو میگم. میگه ای رهروی عاشق که در جان نهانی، همه هستی درون تو، تو در ذهن پنهانی. افسون شده از دنیا در خواب ذهنی، خود نمیدانی این شگفتی را که تو هستی زمانی. بله خودم گفتم. عالیه. این مخاطب کیه؟ یعنی این راجع به معشوق دارید میگید جناب عدیب؟ نه و عاشق دیگه، رهروی عاشقی. این میگه در جان وجود ما هست. ببینیم میگه اگه تجربه عشق رو داشته باشی،
در یک زمانی از خودت کاملا خالی میشی و آن چیزی که میبینی حضور اون معشوق است. بله. مهمترین حالتی است که برای انسان ایجاد میشه، یعنی اگر بشه واقعا، و میشه برای همه انسان ها میشه. اون موقعی که از خودت خالی میشی و معشوق تمام وجود تو رو پر میکنه، یعنی یک جهانی به گستردگی همینا که سرور عزیزمونم الان گفتن، همه این جهان برات قابل رؤیته، واقعا هست. یعنی در یه زمانهایی میرسی، مثلا ببینید همین که بودا میگه برو عاشق شو، به این دلیله که بتونی خالی شدن و توهی شدن و از خودت یه جا درک کنی. بالاخره توجه میکنی جایی که فرد از خودش خالیش بشه، افلاک و یونیورس در درونش حرکت میکنه. توجه میکنی؟ بله. ما قیمت همه چیز رو میدونیم غیر از قیمت خودمون آقای دکتر. یعنی این توانایی در ما هست، ولی ما اینقدر معطوف به این چیزها شدیم که باور نمی کنیم که این میشه. بله امکان داره، واقعا هم امکان داره. مولوی میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت بله. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. بله. خب من میخوام ببینم که خانم شهرزاد اگه شما آمادگی دارید شعری رو بخونید بخونید، وگرنه میخواید آمادگی دارید جناب فرهنگ از سیمین بانو شعر رو خوندن، اگه اجازه بدید همونی که یکی دو بیتش رو آقای فرهنگ خوندن من بخونم. بسیار عالیه، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی شعر زنانه است، البته یه کمی بی‌پرواست. گفتی که میبوسم تو را، گفتی که میبوسم تو را، گفتا که میبوسم تو را، گفتاست. بعد همش با گفتا شروع میشه. اوکی، پس همش گفتاست درسته؟ همش گفتاه و بعد میگه گفتم. اصلا گفتی نداره؟ نه، گفتا که میبوسم تو را، گفتم تمنا میکنم، گفتا اگر بیند کسی، گفتم که هاشا میکنم. اینطوره. حالا من نوشتم یه جور دیگه است، اجازه میدید از رو نوشتم بخونم که قاطی نکنم؟ بفرمایید. بعدا تصحیح محتوا رو میرسونه فرهنگ. بله، گفتیم بهش میخوره جناب فرهنگ. بله گفتیم بهش میخوره، چون من اینطوری اینو دیدم در اینترنت و کتابش. گفتی که میبوسم تو را، گفتم تمنا میکنم، گفتی که گر بیند کسی، گفتم که هاشا میکنم، گفتی ز بخت بد اگر ناگه رقیب آید ز در، گفتم که با افسونگری او را ز سر وا میکنم، گفتی که تلخی های من گر ناگوار افتد مرا، تو را گفتم که با نوش لبم آن را گوارا می کنم، گفتی چه می بینی بگو در چشم چون آینم، گفتم که من خود را در رو عریان تماشا می کنم، گفتی که از بیتاقتی دل قصد یغما می کند، گفتم که با یغماگران باری مدارا می کنم، گفتی که پیوند تو را با نقد هستی می خرم، گفتم که ارزان‌تر از آن من با تو سودا می کنم، گفتی اگر از کوی خود روزی تو را گویم برو، گفتم که صد سال دیگر امروز و فردا می کنم، گفتی اگر از پای خود زنجیر عشقت وا کنم، گفتم ز تو دیوانه تر دانی که پیدا می کنم. بعد تموم شد. بسیار عالی، خیلی خوبه که طرف خیلی هم به خودش اعتماد به نفس خیلی خوب بالا بود. بله، اینا هر از گاهی با خانوما بخونن سلفیستیش خیلی از دست نده، اعتماد به نفس عالی ده. اتفاقا یه همین امروز دیدم تو ایمیلام یکی اومد، یکی از
اساتیدی که تو این یکی از این جلسات زوم من شرکت میکنه از من حالا محبت کرده بود این حرفا، بعد نوشته بود که آقای دکتر شایچی یه دونه شعر از مولانا در رابطه با اعتماد به نفس بفرست برای من، که من در حال مداری یه شعری که حالت اعتماد به نفس میده. من به خاطرم اومد که ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، من تیغ روی آرو زنم، نمیدم از این صحبت ها، اون رو به ذهنم. البته بعدا نگاه کردم دیدم که این بیشتر میگن منصوب به مولاناست. من تو کتاب آقای دکتر شفیع کتکن که نگاه کردم جزو غزلیات منصوب به مولانا آمده بود، نه تایید نشده بود که 100% مال مولاناست. حالا اتفاقا میخواستم بپرسم از جناب فرهنگ و سایر دوستان در این مورد چیزی شما اطلاعاتی دارید که این شعر دقیقا مال مولاناست یا نه، چجوریه؟ من البته یه اسم دیگه ای رو هم دیدم، آقای فضل ربیعی همچین چیزی که به ایشون هم منصوب شده، ولی آقای شفیع کتکن گفته که این جزء اشعار منصوبه، یعنی محتواش هم میخوره که مولانا همچین شعر رو گفته باشه. جناب فرهنگ شما چیزی دارید؟ نکته ای؟ نه من نمیدونم مالکیه، ولی اون جنس کلام مولانا مشخصه، شما خودتون درس میدید و مشهور هستید با ایشون، باید بهتر اینو به دل من نشست که قشنگه. بله بله این قشنگه، خواننده های خوبی هم خوندن اینا رو. بله 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 خیلی قشنگه. بله بسیار خب، ای اجازه بدید حالا بریم دیگه سراغ جناب خود مولانایی که حالا صحبتش هم شد، و بعد از اونجا ادامه بدیم برای سایر شعرا که جناب حافظ گرانقدر ما باشه. اما بیم سراغ مولانا. خب مولانا طبق اونچه که من یاد داشت دارم غزل 1528 هستش. بله دقیقا همینه، و بعدم 1535، یعنی پشت هم نیست دو تا غزل. میگه که ببخشید، به پیش باد تو ما همچو گردی، بدان سو که تو گردی چون نگردی، ز نور نوبهارت سبز و گرمی، ز تأثیر خزانت سرد و زردی، ز عکس حلم تو تسلیم باشی، ز عکس خشم تو اندر نبردی، عدم را برگماری جمله هیچی، کرم را برفزایی جمله مردی، عدم را و کرم را چون شکستی، جهان را و نهان را در نبردی، چو دیدیم آنچه از عالم فزون است، دو عالم را شکستیم و بخردیم، به چشم عاشقان جان و جهانیم، به چشم قاسقان مرگیم و به چشم فاسقان مرگیم و دردیم، زمستان و تموز از ما جدا شد، نگرمیم ای حریفان و نسردیم، زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان ما روح فردیم، یه بار دیگه، زمان و زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان ما روح فردیم، چون نفع عشق خود ما را نمودی، به مهره مهر تو کستاد نردیم، چو گفتی بس و بعد خاموش کردیم، اگرچه بلبل گلزار رو وردیم. میبینید که جناب مولانا در پیشگاه، حالا بگیم معشوق، بگیم مراد، بگیم به صلا پیر طریقت خودش چه حرفایی رو میزنه. میگه به پیش باد تو ما همچو گردیم، بدان سو که تو گردی چون نگردیم. میگه ما در پیش باد وجود تو مانند گرد هستیم، و طبیعی است که در همان مسیری که تو میگردی ما هم میگردیم، ما دنبال روی تو هستیم. در باد وجود تو ما مانند گردی هستیم که دیدی گرد باد که میشه غبارها در مسیر باد در حال گردشن. میگه ما گردی و در غبار در مسیر باد وجود تو می‌گردیم.
ز نور نوبهارت سبز و گرمی، ز تأثیر خزانت سرد و زرد. دیگه ما از نور نوبهار تو سبز و گرم هستیم، یعنی در حضور تو هم زنده میشیم و هم گرمیم، جوشش داریم و تحرک داریم، و در خزان وجود تو با نبود تو یا دوری تو یا سرمای خزان وجود تو که از دوری تو طبیعتا نشأت خواهد گرفت، هم سرد میشیم و هم زرد میشیم. وجودت خرمیه و عدم حضورت به اصطلاح سردی و ملالت. ز عکس حلم تو تسلیم باشیم، ز عکس خشم تو اندر نبردیم. دیگه کافیه که عکس حلم تو رو ما ببینیم، تصویر به اصطلاح اون کرامت تو، اون لطف و محبت تو رو ببینیم، ما تسلیم هستیم. اگر حتی فقط خشم تو رو ببینیم در جنگ وارد میشیم، کافی که فقط عکسش رو ببینیم، حالا نه اینکه خودش رو ببینیم. یعنی باز هم این نهایت به سلام محو معشوق، عاشق در معشوق دیگه. عدم را برگماری جمله هیچی، کرم را برفزایی جمله مردی. میبینید میگه که اگر عدم را رقم بزنی ما همه نابود هستیم، یعنی وجود ما و عدم وجود ما به دستور توه، به خواست توه. اگر به صلاح عدم رو به صلاح رقم بزنی ما همه میشیم هیچ و نابود، و اگر کرم بکنی و بزرگواری نشون بدی ما همه مرد میشیم، همه قدرتمند میشیم. عدم را و کرم را چون شکستی، جهان را و نهان را در نبردی. دیگه اگر عدم یعنی نابودی و کرم، میگه اگه اینا رو برشکنی و به اصطلاح بیقانونی یا به اصطلاح نابودی رو در جهان رقم بزنی، ما تمام جهان اهم از زیر روی جهان رو درک میکنی. کافیست که ما رو از به اصطلاح قید و بندهامون رها کنی، اون وقت ما تمام جهان رو زیر و بمش رو در مینوردیم و درک. چو دیدیم آنچه از عالم فزون است، عالم را شکستیم و بخردیم. دیگه وقتی که ما به این حالت میرسیم، یعنی از قیدبند هستی جدا میشیم، این به اصطلاح قیدبندهایی که حضور در جهان مادی بر دست و پا و روح ما قرار داده، از اینها اگر رها بشیم اون موقع از دو عالم هم چی میشیم؟ فراتر میریم و دو عالم رو میشکنیم و میخوریم. یعنی چی؟ یعنی جهان هستی، این دو عالم، هم جهان مینو و هم جهان مادی دنیایی، دیگه اینها بر پیش ما در حضور تو به هیچ تبدیل میشه. به چشم عاشقان به چشم عاشقان جان و جهانی، به چشم فاسقان مرگی و دردی. ما وقتی که به این مرحله میرسیم، عاشقان ما رو جان و جهان میبینیم، یعنی ما سالکانی هستیم که اگر مورد عنایت تو قرار بگیریم، عاشقان ما رو جان و جهان میبینن، اما فاسقان ما رو مرگ و درد میبینن. بنابراین بستگی داره که کی به قول تو چیز باشه، با چشم در چشم کی بیه. اینجا در این مورد مولانا یه داستان خیلی قشنگی رو میگه. حدیث میگه، از حضرت پیامبر میگه که حضرت پیامبر با تعدادی از اصحاب در حال حرکت بودن. ابوبکر صدیق با اینا مواجه شد، سلام کرد و خطاب به پیامبر عرض کرد که من زیباتر از تو و نورانیتر از تو و با جلالتر از تو در این جهان هستی کسی رو ندیدم. وقتی که تو رو میبینم انگار که دنیا برای من خرم و گلستان میشه. ایشون فرمودن که تو درست میبینی، خداوند تو رو جزای خیر بدهد. خب بقیه اصحاب هم تحسین کردن و عبور کردن و رفتن. رسیدن به ابوجهل. ابوجهل پیامبر رو دید، گفتش که وای چه روز نامبارکی که من چهره تو رو دو مرتبه دیدم، تو زشت‌ترین موجودی هستی که بر روی زمین گام میزنی و غیر از مرگ و درد و ناراحتی و چه میدونم حالا به قول من اعصاب خرد کنی و این حرفا، چیز دیگه ای رو با خودت همراه نداری. حضرت پیامبر فرمودن که بله عمو جان تو درست میگی و
مثلا من کاری نمیتونم بکنم در این مورد و عبور کرد بهش دیگه، محل نذاشت عبور کرد. اصحاب خیلی چیز شدن، برافروخته شدن، برگشتن به پیامبر عرض کردن که قربان این چجور برخوردیه، یکی مثل ابوبکر یه کلامی به شما میگه شما به اصطلاح اونجور برخورد میکنی، یکی دیگه میاد یه همچین حرف زشتی رو میزنه باز همینطور برخورد میکنی و تایید میکنی، اینا این چجوریه؟ پیامبر فرمودن که هر کسی که به من نگاه میکنه تصویر خودش رو در من میبینه، به اصطلاح مؤمن آینه طرف مقابله، هر کس که در من نگاه میکنه تصویر خودش رو میبینه. ابوبکر به اصطلاح قلب پاکی داشت، مؤمن بود، منه که میبینه اون قلب پاک خودش رو میبینه، و بوجهل به اصطلاح یا ابوجهل وقتی من میبینه اون درون پست و پلید خودش رو میبینه. برای اینم میگه به چشم عاشقان جان و جهانی، به چشم فاسقان، فاسقان یعنی گمراهان دیگه، مرگیم و دردیم، زمستان و تموز از ما جدا شد، نه گرمیم ای حریفان و نه سردیم. میبینید دیگه به بیرنگی میرسیم ما، رنگ بیرنگی، این چیزی که مولانا میگه رنگ بیرنگی جایی دیگه، میگه که زمستان و تموز، زمستان و تابستان از ما جدا شده، بنابراین ما دیگه نه گرمیم نه سردیم، فراتر از عالم هستی داریم زندگی میکنیم. زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان، ما روح فردیم. میگه ما دیگه به مرحله رسیدیم که به روح تبدیل شدیم، فراتر از جسم حرکت میکنیم، و همین دلیل زمستان و تموز، زمستان و تابستان، اینا در وادی جسم معنی پیدا میکنه، در وادی روح دیگه زمستان و تابستانی وجود نداره. چون نطع عشق خود ما را نمودی، به مهر به مهره مهر تو کستاد نردیم. ببینید نطع یعنی فرش، آنچه که بر روی آن می‌نشیند، دیگه تو فرش عشق خودت رو به ما نشون دادی، و یعنی ما ساکنان فرش عشق تو شدیم، بنابراین به مهره مهر تو ما استاد نرد شد. این در این به اصطلاح زندگی، در این به اصطلاح تخت نرد عشق و در تخت نرد زندگی ما استاد نرد شدیم، استاد این زندگی شدیم، فراتر از این زندگی حرکت میکنیم. چو گفتی بس به بعد خاموش کردیم، اگرچه بلبله گلزار وردی. میگه چو گفتی بس با بد خاموش کردیم، وقتی گفتی بس ما هم گفتیم چشم، خاموش کردیم و دیگه حرف نزدیم. عارفان که جام حق نوشیدند، رازها دانسته و پوشیدند، بر لبش مهر است در دل رازها، لب خاموش و سینه پر آوازها. میگه وقتی به ما گفتی که حرف دیگه نزنید، ما هم گفتیم چشم، اگرچه بلبل گلزار ورد هستیم، گلهای سرخ، و میتونیم روش آوازها بخوانیم، اما به حکم تو چیکار کردیم؟ دیگه آوازخوانی رو کنار گذاشتیم و سکوت اختیار کردیم. بله، میفرماید که کسانی که در وادی عشق به کشف و شهودی میرسن علال اصول دیگه صحبت نمی کن. غزل 1535 حالا باید بخونیم، احتمالا اینه. آه، یکی از این غزلهای قشنگه. یکی از اون غزلهای معروف و بسیار بسیار زیبا و آموزنده جناب مولاناست که واقعا از اون راییست که باید آویزه گوشمون قرار بدیم و هر روز یه بار از روش بخونیم که قدر دوستان خودمون رو اونگونه که باید و شاید بدانیم. میگه بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم، چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما رو گرانیم. چقدر جالبه، خدا وکیلی من اصلا به این قضیه فکر نمی کردم وقتی که داستان حدیث پیامبر رو گفتم براتون، ببینم که به این مولانا قلب ما رو میخونه. خدا وکیلی چقدر زیبا، چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما رو گرانیم، کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم، فسون قل اعوذ و قل هو الله، چرا در عشق هم دیگر نخوانی، قرص ها تیره دارد دوستی را، قرص ها را چرا از دل نرانی، گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانی،
چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پدر مردم، آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده ککنون همانیم. خمش کن مردوار دل ازیرا، که به هستی متهم مازین زبانی. خب میبینید که چقدر جالب راجع به کنار گذاشتن منیت ها، خود بزرگ بینی ها و اشاعه دوستی ها صحبت میکنه. خیلی از وقتا ما واقعا یه وقتا شاید تو دلمونم بخوایم که بریم با یه نفر دوست بشیم و آشنا بشیم و کدورت ها رو کنار بزنیم، ولی این منیت ها و خود بزرگ بینی های ما هستش که اجازه نمیده که این کار رو انجام بدیم. فرهاد میگه بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. این که مشخصه، چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما رو گرانیم. میگه ما رومونو چرا با آینه روی گران میکنیم؟ چرا؟ برای چی؟ میگه روی گران یعنی اخم کردن. میگه روی در آینه اخم نکن، وقتی اخم میکنی اون تصویر تو به تو باز میگرده و این بسیار بسیار چیز بدیه، نباید این گونه باشه. خب بعد میگه کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. آقا ما مردمیم، ما هم انسانیم، سگی نفس رو کنار بگذار، زیرا که کریمان جان خودشون رو فدای دوستان کردن. پس بنابراین بیا و ما هم مثل مردم عمل کنیم، نه مثل سگا. جان به اصطلاح جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. خب خداست فسون قل اعوذ و قل هو الله، چرا در عشق هم دیگر نخوند. میگه این قل اعوذ و قل اعوذ قل هو الله احد و اینا که همش بحث از یگانگی و به سلام قل اعوذ به رب الناس فناه میبرم از انسانهای به سلام ناجور، قل اعوذ به رب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، میگه اینا به سلام داره به ما درس یاد میده. میگه که یعنی بیایم از بدی ها و پلیدی ها دوری کنیم و در عشق به یکدیگر نزدیک بشیم. قرض ها تیره دارد دوستی را، قرض ها را چرا از دل نرانیم. قرض و مرض، ببینید این دوتا در کنار هم میاد. اون اگر شما از روی نیت خاصی به کسی دوستی کنید یا دشمنی کنید، میگه اینا دوستی ها رو تیره، اینا را از دلمون بیرون کنیم تا عشق یا محبت بدون چی میگم، بدون چشم داشت رو به یک دیگه هدیه کنیم. اون وقت محبت همون خیلی با ارزش تر میشه و یا دوستی همون بسیار پاینده تر میشه. گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانی. میگه معمولا وقتی آدم ها از هم دیگه خوش دل میشن و همدیگر حلال میکنن که طرف میمیره، چرا ما مرد پرستی میکنیم و خصم جان همدیگه هستیم در زندگی؟ خوبه که در همین دورایی که زنده هستیم با همدیگه مهر ببرزیم و به اصطلاح این رو کنار بذاریم، این خصومت ها رو کنار بذاریم. چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانی. دیگه تو بعد از مرگ میخوای آشتی کنی، ولی در تمام عمر از غم تو در مهنت هستیم ما، یعنی در تمام عمر زندگیمون داریم مهنت به هم دیگه میدیم، هم دیگه رو اذیت میکنیم، ولی بعد از مرگ میخوایم آشتی کنیم. خب چرا آخه این کار میکنیم؟ خوبه که در همین دورانی که با هم هستیم و زندگی داریم میکنیم با هم آشتی بکنیم. کنون پندار مردم، آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم. میگه آقا ما تسلیم مثل مردگان هستیم، بیا حالا با هم دیگه آشتی کنیم و فکر کن که من مردم، فکر کن که من دیگه زنده نیستم، تو با زنده ای من مشکل داری، فکر کن که من مردم. اگه فکر کنی که من مردم دیگه با من مهربون بشی، بیا با هم دیگه آشتی کن. چو برگورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده ککنون همانیم. دیگه اینم مشخصه دیگه، بخواهی بیای سر قبر من فاتحه بخونی و فلان، حالا همین الان که زنده هستم بیا با هم محبت داشته باشی. خمش کن مردوار ای دل ازیرا، خمش کن مردوار ای دل
از ایرا به هستی متهم ما زین زبان. ببینید، میدونید که تخلص مولانا خاموشه دیگه، دیگه خاموش کن، زیرا که ما در این جهان هستی متهم از زبان داشتن خودمون هستیم. این زبان خیلی خیلی مهمه، این میتونه دشمنی ایجاد کنه، میتونه دوستی ایجاد بکنه. و به هر حال شما اگر چیز کرده باشید، شما اگر قصه توتی و بازرگان رو بخونید، اواسط قصه این مولانا راجع به این زبان خیلی حرفا میزنه، وقتی که میگه داستان رو گفت که توتی ها از یه توتی ما تو خونمون داریم که جویای احوال شماست، میگه از ما یادی بکنید و اون توتی ها افتادن و مردن، این توتی هم میفته تو قفس میره. بعد مولانا میگه که زبان تو هم دشمنی هم دوست هستی، زبان خیلی مراقب باش که چی داری میگی، کی داری میگی، کجا داری میگی. این زبان میتواند دشمنی ایجاد کنه، میتواند محبت و عشق ایجاد کنه. برای این باید خیلی مراقب زبانمون خودمون باشیم. به قول فردوسی هم میگه نگر تا چه کاری همان بتروی، سخن هر چه گویی همان بشنوی. ببین چی میکاری همون هم برداشت میکنی. و بعد فردوسی ادامه میگه که انسانهای ملایم و به اصطلاح آرامگوی هرگز سخن سخت و درشت از کسی نمیشنوند، زیرا که مردم هم با اونها همون گونه که باید صحبت میکنن. به هر حال این قصه به اصطلاح جناب مولانای ما، و بریم سراغ غزلهای زیبای حافظ شیرین سخن خودمون که کام ما رو در این قسمت پایانی انشالله شیرین تر از همیشه بکنند. اما غزل 227 از جناب حافظ می‌فرماید که گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. اسم اعظم بکند کار خدای دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف، چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت، سبب احساس خدایا که پشیمان نشود. حسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو را، تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشود. ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. خب میبینیم که جناب حافظ خیلی مسائل زیبایی رو در داخل این شعر بیان کرده. خیلی خیلی حالا هوای اجتماعی داره، حالا ضمن این که عاشقانه است ولی حالا هوای اجتماعی خیلی خوبی هم داره. میگه که گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. میگه که واعظ شهر کنایه از به اصطلاح منبری های وابسته به دستگاه حکومتی هستش دیگه. میگه این حرف من برای واعظ شهر به اصطلاح به آسانی قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نیست سخن من برای او؟ زیرا که تا زمانی که ریا میکنه و سالوس میکنه ایشون مسلمان نیست. اگرچه واعظ شهره، اگرچه میره بالا منبر داره حدیث میگه، داره قرآن تفسیر میکنه، داره فقه میگه، داره مسئله شرعی به اصطلاح میگوید، این آقا تا زمانی که ریا و سالوس در کارش است اساسا مسلمان نیست و طبیعتا سخن من هم در دل او جایگاهی نداره. حالا چیکار باید بکنه؟ میگه رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود.
میگه که یه حیوان، این هنر نیست، یه حیوانی که به اصطلاح می نمی نوشد و انسان هم نمی شود. حالا این می حالا ظاهرش میتونه بگیم می اون واعظ شهرم می نمی نوشد، علر ظاهر به لحاظ ظاهری می به اصطلاح زمینی هم نمی نوشد، چون میگه حرام است. اینجا می معرفت هم میتونه باشه. میگه حافظ داره میگه اون حیوانی که می معرفت نمی نوشه و انسان نمیشه، پس کار مهمی انجام نداده. اما رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است. میگه که تو اگر میخوای انسان بشی برو رندی بیاموز و کرم بکن، کرامت داشته باش. رندی هم که گفتیم یعنی کسی که خالصا مخلصا قلب خودش رو در اختیار خداوند و معشوق خودش قرار میده. بنابراین برو اینو بیاموز، وگرنه اینکه می ننوشی، حالا می زمین ننوشی و همچنان در حیوانیت خودت ولی باقی بمانی، این هنری است. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. ببینید اینجاست که من میگم میره تو آسمون و نمیتواند این می زمینی باشه. میگه گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، میگه یه قلب پاک میخواد، یه باطن پاک میخواد، مثل حضرت مسیح، مثل حضرت پیامبر، مثل انسانهای متعالی، یه قلب و گوهر پاک میخواد که قابل فیض بشه، یعنی خداوند فیض خودش رو به آنها بده، چون فیض خداوند به دست هر کسی میرسه. عصا در دست موسی است که میشه اژدها، دقت کردی؟ زبان به اصطلاح کلام یا اسم اعظم خداوند از زبان مسیح که مرده رو زنده میکنه، هر کسی که این کار رو نمیتونه انجام بده. خب میگه گوهر پاکی به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. شما میدونید که سنگ و خاک، قدما معتقد بودن که سنگ و خاک در اثر به اصطلاح تابش نور خورشید و گذشت زمانهای زیاد و تحت فشارهای حالا تکتونیک زمین شناسی تبدیل به لؤلؤ و مرجان میشه، تبدیل به سنگ مرمر میشه، تبدیل به لعل میشه، تبدیل به مرجان میشه. میگه هر سنگ و گلی این قابلیت رو نداره، باید که زمینش وجود داشته باشه. اسم اعظم بکند کار خودی، دل خوش باش که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. میگه که این اشاره به اون داستان حضرت سلیمان داره که به اصطلاح اسم اعظم خداوند بر روی انگشتر او نوشته شده بود و به یکی از به اصطلاح دیوان اجنه خودش به شکل سلیمان در میاره و اینو میدزده، این مثلا انگشتری رو میدزده و در دست خودش میکنه و خودش رو به شکل سلیمان در میاره. میگه که اسم اعظم بکند کار خدای دل خوش باش. میگه اسم اعظم اون نام خداوند، همون فیض الهی است، اون کار خودش رو میکنه، وگرنه با تلبیس و حیله هیچ دیوی مسلمان نمیشه. اون دیوی هم که خودشو به شکل سلیمان در آورد، مولانا میگه مردم دیدن که بعد از مدتی مردم دیدن که این سلیمان صفا ندارد، روح ندارد، چون دیو است، تظاهر به سلیمانی میکنند. پس بنابراین اون فیض، اون عنایت الهی است که در قلب و روح مؤمن قرار دارد. عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود. هرمان یعنی دوری دیگه، نه دوری و رنج و بسلام. میگه که من عشق میورزم و امید دارم، زیرا که این فن شریف، یعنی فن عشق ورزیدن، مانند هنرهای دیگه موجب هرمان و دوری نمیشه. عشق ورزیدن هنریست که ما رو به معشوق چیکار میکنه؟ نزدیک میکنه. بعد میگه دوش میگو که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدا یا که پشیمان نشود. میبینید میگه دیشب به من میگفتش که فردا کام دل تو رو ادا میکنم. معلومه که دیشب با معشوق راز و نیاز داشته. بعد حالا دعا میکنه، میگه خدایا یه کاری بکن که پشیمان نشود. میبینید حالا اینجا اینجور جاهاست که آدم یه مقدار شک میکنه که حالا این معشوق، معشوق زمینی میتواند باشد یا معشوق مثلا آسمانی میباشد. به هر حال
یا حتی میتواند پیر مراد باشد، میتواند به قول معروف اون چی میگفت حافظ، هیچ وقت نمیگه پیر مراد، میگه پیر مغان. پیر مغان ذره را و میگه حسن خلقی ز خدا میطلبم خوی تو را، تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشد. میگه حال باز دمته، باز راجع به این معشوق صحبت کنه، که من اینجا بیشتر دلم میخواد که اینو معنی کنم به پیر مراد حافظ. حالا یکی از هم میتونه بگه که نه، این همین معشوق زمینی حافظ. میگه حسن خلقی ز خدا میطلبم خوی تو را، تا دیگر خاطر ما از تو پریشان نشود. میگه از خدا میخوام که یه حسن خلقی به تو بده که دیگه با ما با سخت نگیری و اخم و تخم با ما نکنی و ما رو به اصطلاح دور نکن. ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. میبینید چه تصویر سازی فوق العاده زیبایی. ببین ذره در به اصطلاح نور خورشید، شما ذرات غبار رو میبینید، دیدی که یه جایی که نور از مثلا پنجره میتابه شما ذرات غبار رو میبینید. ذرات غبار بسیار ریز و کوچک هستن و به سمت بالا حرکت میکنن. میگه که تا ذره، که خودش رو تشبیه میکنه با اون ذره، میگه تا همت عالی نداشته باشد طالب خورشید جهان افروز نمیشود. بنابراین من حافظ همت عالی دارم و دلم میخواد که به اون خورشید وجود تو برسم. بله. اما غزل بعدی که آخرین غزل امشب ما باشد، ببینیم که کدام است که بله، میگه که یک گرمن از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود، یا روان در کنف سایه آن سرو بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود، آخری خاتم جمشید همایون آسا، گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود، واعظ شهر چون مهر ملک شحنه گزید، واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود، عقلم از خانه به در رفت وگر می این است، دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود، صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می، تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود، حاجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود، یا بزن بداند که چنینم چه شود. خب بله، جالبه که دو مرتبه به نظر میاد که حافظ با معشوق خودش داره صحبت میکنه دیگه. میگه گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود. خب ببینید که میوه چیدن از باغ معشوق حالا معانی مختلف داره، میتونه مثلا کرامتی از معشوق به او برسد، میتواند بوسه ای از معشوق به او برسد. داره میگه که اگه ما بالاخره از وجود تو یک بهره ای به ما برسه چی میشه، ای کاش که بشه مثلا، یا من در کنار تو باشم و از نور چهره تو پیش پای خودم رو بتونم ببینم. اینم کنایه از به اصطلاح نزدیک شدن با معشوقه. میگه تو چهرهت اونقدر نورانی است که ای کاش که من میشد در کنار تو باشم و جلوی راه خودم رو از زیبایی چهره تو و نورانیت چهره تو ببینم. یا رب اندر کنف سایه آن سر به بلند، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود. میبینی باز اینجا از خدا یاری میخواد، که میتواند اینجا منظور معشوق زمینی باشد یا میتواند به اصطلاح مراد زمینی خودش باشد. میگه ای خدا، از خداوند میخواد، میگه اگر من در سایه این سر به بلند که معشوق من هستش، من سوخته یک دم بتوانم در سایه وجود او بشینم، مگه چی میشه، آخره خاتم جمشید همایون آثار، گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود. درست مثل به اصطلاح نقش نگین سلیمان، میگه که
ای خاتم جمشید همایون آسا. جمشید و سلیمان، جمشید معادل به صلاح فرهنگ ایرانیه که معادل سلیمان میگن. میدونید که سلیمان هم یه پرندهی که به نام خودت بود برش خبر میبرد، برای جمشید هم گفتن کلاق خبر می آورد و خبر میبرد. هر دوشون هم پادشاه بودن و هم پیامبر بودن. برحال میگه ای آخره خاتم جمشید همایون آسا، گرفتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود. میگه ای کاش که عکس تو بر نقش نگین من، نگین قلب من، بر نگین قلب من، آثار عکس تو بر قلب من می نشست، چه خوب بود اگر می شد این بود. واعظ شهر چون مهر ملک و شحنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود. میگه که واعظ شهر، گوینده شهر که در واقع همون اون به اصطلاح آخونده به خود فروخته قلم چه میدونم زبان به مزد دیگه هستش، که مهر پادشاه رو گزیده، به اصطلاح برای پادشاه حرف میزنه، مطابق مطامع پادشاه سخن میگه، مسائل رو به نفع پادشاه توضیح و توجیه میکنه. میگه که او مهر پادشاه و رئیس پلیس رو گزیده، حالا اگر من مهر یک معشوقه زیبا روی رو بگزینم مگه چی میشه؟ بذار اونا دنبال اون باشن، ما هم دنبال معشوق خودمون باشیم. اونا معشوقشون به اصطلاح مراکز قدرت آقایون حزب اللهی خود فروخته، ما چیزی دیگری است. عقلم از خانه به در رفت، وگر می این است دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود. دیگه ما یه می خوردیم، عقلمون از دست دادیم. دقت میکنید؟ دیگه ما یه می خوردیم، عقلمون از دست دادیم. اگر می اینه، من از اولش میدونستم که در خانه دین من چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی این می خوردن دین من رو چیکار میکنه؟ به باد میده و نابود میکنه. صرف شد عمر گران مایه به معشوق و می، تا از اینم چه به پیش آید از اینم چه شود. تا از اونم چه به پیش آید از اینم چه شود. دیگه من عمرم رو در معشوق بازی، در عشق بازی و می نوشی صرف کردم، تا ببینیم که از معشوقه به سلام برای ما چه اتفاقی میفته و از می خوردن ما دستمون به کجا بند میشه. یعنی موقع بگه من در تمام عمرم رندی کردم و عشق ورزی کردم و می خوردم. حالا این می میتونه می به سلام الست و الهی و معرفت باشه، میتونه ما می زمینی باشد، و حالا شما هر چیزی که خودتون میخواید تفسیر کنید. ببینیم از اون چی گیرون میاد، از این چی گیرون. خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود. دیگه این حافظ منظورش خودش نیست، کلا فرده، افراده، هر کسی. دیگه خواجه یعنی بزرگ، بزرگ من فهمید که من عاشقم و هیچ بری خودش نیبرد و به اصطلاح خطا پوشی کرد یا چشم پوشی کرد، یا عشق من آنچنان عمیق بود و آنچنان صادقانه بود که او برو خودش نیورد که من عاشقم و من رو کوس رسوایی من رو بر سر مثلا بازار نزد. حالا دیگران هم بدونن هیچ مسئله ای نیست، اتفاقی هم نمیفته. مهم اینه که خواجک اون مثلا بزرگ خداوند معشوق یا پیر مراد هر کدوم هست، اون که اون دونست و برو خودش نیورد، حالا دیگه دیگران بخوان بدونن هر کار بخوان بکنن اصلا مهم نیست که چی بکنن. خیلی خوب، اینم از و آخرین غزل امشب ما که از جناب حافظ خوندیم و ایشالله که مقبول نظر دوستان بسیار عزیز و بزرگوار من قرار گرفته باشه. متشکرم از لطف و کرامت شما، ممنونم. مرسی خانم شهرزاد. و دوستان خدمت جناب دکتر شفای عزیزم من عرض سلام دارم. من ببخشید سلام نکردم خدمت ایشون. به هر حال خدمت همه دوستانی هم که به ما پیوستن تشکر، عرض سلام و تشکر دارم و امیدوارم که خداوند شما رو حفظ کنه و انشاءالله توفیق داشته باشیم که در خدمت دوستان بیشتر از این باشیم. اگر نکته‌ای، نظری، حرفی هست بفرمایید که استفاده کنیم، وگرنه که دیگه من اینجا دیگه فعلا این ریکوردینگ رو اگه اجازه بدید دیگه خاموش بکنم.